شخصیت منسجم و استدلال آور میدن. کتاب ها متفکرت میکنن. تفکر مهمترین چیزه توی زندگی انسان. آدم خوشبخت کسی نیست که صرفا پولی داشته باشه، پول زیادی داشته باشه، یه زندگی خیلی خوبی داشته باشه. آدم خوشبخت اونه که از گذر زمان ندامت و پشیمانی نداشته باشه. کتاب ها با متفکر کردن تصمیم درست و جلو راه قرار میدن که خود تصمیم درست رو بگیری و انسان خوشبختی بشی. او چند سالته خودتو معرفی کن؟ من 14 سالمه، امیر حیدری هستم. در رابطه با کتاب و کتابخوانی لذت بردم. بچه 14 ساله 500 تا از این استادای شفیعی کدکنی که سهله، 50,000 تاشون هم به پایینه میرسن. یارو شاعر، شاعری میدونید که ساحری است. شعر گفتن یک نوعی جادوگری است، چون با کلام تو میتونی کاری بکنی که صدها کتاب و نمیتونی بکنه. اکثر کسایی که سن و سال بالایی داشتن با شاعری دخترای جوان خوب عاشقشون شدن و هستن و میشن و از قدیم بوده تا الان، یعنی عاشق میشن، عاشق کلام، ساحریست. این شفیعی کدکنی مدکنی ها اینا رو امروز نمونه بهتون میگم که شما برید اینا رو پیدا کنید. زیادن، هر کی تبلیغ تازی رو میکنه، تازی پرستی در ایران میکنه، استاد مستادش نگید، دل لگد بهش بزنید. اینا همه در طیف علی شریعتی های دروغگو هستن. شریعتی من گفتم شیرین سخن، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن، حرفای قشنگ میزنه، ساحر جادوگر. و علی شریعتی رو مشخصا، این رو من از پدرش گرفتم، استاد محمد علی شریعتی به من میگفت که فلانی علی ما زبان ساحرانه‌ای داشت. من رفتم تو فکرم اون سالا، یعنی بچهش میگفت جادوگره، حرف که میزنه میتونه از دوغ شراب برای تو جلوه بده، شراب رو میتونه آب خوردن بکنه یا سرکه بکنه، متوجه میشین؟ حالا هم اینا اینجوری است. این بچه امیر حیدری، اینا رو باید سرمون بذاریم. اینا عشق ایران. بعد ما پادشاهان بزرگی داشتیم که اومدن افتخار برای میهن و سرزمین گذاشتن. این سادات تازی اینقدر تعدادشون زیاده و اینقدر نفوذ زیاد دارن، به هزار و یک اسم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، اندیشمند، صاحب روزنامه، صاحب مغازه، صاحب فلان. امروز شفیعی کدکنی رو مدل بگیرید، مدل بگیرید. این جرثومه های پلید آقای میم سرشک، تو خجالت نمیکشی تو سرزمین بزرگ شدی رو شدی فاتحه بخونن؟ فاتحه برای خودت بخون. اینا همه تبلیغ دین تازی میکنن و دوام دین تازی در ایران یعنی دوام همین ذلت، بدبختی، بیچارگی که شما داشتید و دارید تا حالا. عزیزان من، همین حزب بعث داره بر شما حکومت میکنه. حزب بعثه. چند نمونه امروز براتون گذاشتم از 300 دلار و سیده میگه محمره و خمینی میره دستشویی به خاطر که آزاد شده خرمشهر شاد باشه و مثلا خنده که تو آب ما کرد. شما باید بدونید تو ایران حزب بعث شعارش هم بود، بعث، حزب بعث العربی الاشتراکی، امتون واحده، امتون واحده، میگه عرب یک امت واحده، عربی است رو کینامت کردن. یارو ما رو میگه محمد بده. شما اینا رو چجوری میذارید برن رو منبر؟ آخی قربونت برم، اینا رو شما چجور بهشون اجازه میدید که برن رو منبر؟ چجور شما به اینا اجازه دادید که این صلابت و شوکتی که ما داشتیم، عزت و عظمت و شکوهی که در جهان داشتیم، احترامی که در جهان داشتیم رو این ذلت بخشیدید؟ به خاطر چی؟ خون کوروش در رگهایم، خون آخوان شاه، خون کوروش شاهنشاهان، شاهنشاه خاوران. عزیزان و مهربانیاران گرامی، ما شوربختانه رندی داریم، جوانان و سلحشوران رندی داریم که همین الان ترتیبی رژیم میدن. این رندی رو خیلی روش کار کنید. بچه های ما با رندی خیلی ترتیبی رژیم از داخل دادن و دارن میدن و خواهند داد. این رندیشو یه نمونه دیگه امروز بهتون برای فکاهی هم شده نشون میدم. یه زنه کلاکسیا، یه زنه خالصوسکه میره که اینا باش مصاحبه کنن. این بچه های رادیو تلویزیون خودشون، این برنامه سازا
خود برنامه ساز آقا یه گربه کله گیری میتونه بیاد داره. من گربه من وقتی بعضی وقتا میاد در باز گربه است باش بازی میکنن و میاد بعضی وقتا دیدین الان وقتی سرپا وایسته مشکل تره اگه اینجا پایینه میتونه بلند ولی اونا نشستن اینا یه گربه وارد میشه بعد اینا مأمور دارن که صحنه رو مواظب باشه مثلا گربه تا اونجا داره میاد زود بگیرنش اینا ولی عمدن میزنن گربه بره که شما ببینید چه جرثومه های پلیدی رو خانم دکترن فاطمه زینب خاله سوسکه کلاق سیاه آمده اونجا نشسته میخواد به شما زندگی رو درس بده کسی که خودش زندگی رو نمیدونه زندگی حیوانات عشقن حیوانات مهرن گربه عزیز عشق دوست داشتنیه دوست داشتنیه با لگد میزنه گربه رو این رو عمدن با رندی اینا به شما نشون دادن که آدم بشید این پو این چی بگم به خدا این چپلو چپلو این فاطمه سکینه لگن کشم لگن کشم اینا رو شما خانم دکتر مام دکتر اصلا چون نشست ها اینا تو بحث های اینا نرید سر کلاس درس اگه میان اینا رو مسخره کنید شما صد برابر از اینها بهتر میفهمید سیرم کنید تو کسایی که ریفلاکس های مکرر دارن من دارم آها این گربه هم ایجاد مزاحمت میکنه من عذرخواهم هم دیگه برنامه زنده است و خانم ها هم بیشتر نگران هستن ولی آزاری نمیرسونه بله. شما ادامه بدید خانم دکتر من عذر میخوام یه لحظه بله بیا خیلی عذر میخوام بله یکی از موارد مهمی که من اینو سرگرمه تدابیر فصل پاییز خوب گرم و بادکش های گرم از چیزایی که میتونه تا حدود این سردی و خشکی پاییز رو اصلاح من عذر میخوام بیایید بفرمایید ادامه بدید البته ببخشید دیگه بله چش من ببخشید دیگه برنامه زنده است و پیش میاد از این مسائل رفتش خانم به نظرم رفت شما ادامه بدید من اینجا مشغولم یکی از تدابیری که بلندی ایران اهورایی باور دارم و میدونم شما نسل نو و جوان پیر پاتال ها رو تا بتونید روشن میکنید تا بتونید خاموش میشن و فردای ایران مال شماست فردای سلحشوری آریایی مال شماست من به این امید دارم